فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت با ما همراه شد. خانم کنعانی، خیلی خوش اومدین به این برنامه. به نظر شما چرا دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی این چنین تند و با خشونت با نرگس محمدی رفتار میکنن؟ درود بر شما سرکار خانم. ببینید، کلن زندانهای جمهوری اسلامی در یک سال گذشته خوفگاه امنیتی و شکنجهگاه رسمی زندانیان شده. این قضیه البته فقط در مورد زندانیان صادق نیست. چیزی که ما در این مدت متاسفانه مشاهده کردیم این بود که نه تنها زندانیان بلکه خانواده های اونها بسیار مورد آزار و اذیت دستگاه امنیتی قرار گرفتند. و خب هرچه به بزنگاه های سیاسی مانند سالگرد قتل حکومتی مهسا نزدیک میشیم، میبینیم که این فشار و آزارها بیشتر میشه. از سوی دیگه اتفاق ترسناکی که در این چند ماه ما متاسفانه شاهدش بودیم، آزار و اذیت خانواده های دادخواهی بود که فرزندانشون رو در این مدت از دست دادن توسط قتلی که عمال جمهوری اسلامی انجام دادن، یا از اون بدتر کسانی که چشمانشون رو از دست دادن و خب حالا تحت فشارهای امنیتی هستن، دستگیر میشن و میشنویم گزارشات میاد بیرون که مورد آزار، اذیت، شکنجه و ارعاب قرار می گیرن. این بحثی هست که ببینید در این مدت خب دور از ذهن نبود. ما می دونستیم که به هر حال جریان امنیتی در جمهوری اسلامی هرچه به سالگرد قتل مهسا نزدیک بشیم طبیعتاً فشارهاش رو بیشتر می کنه، به خاطر اینکه وعده مردم برای بازگشت به خیابان به گونه‌ای در این نقطه عطف اجتماعی قرار بود صورت بگیره. بنابراین همینطور که در گزارشات شما هم من در این مدت می‌دیدم، جمهوری اسلامی داره به شدت سعی می‌کنه که فضا رو امنیتی کنه، داره سعی می‌کنه دوباره به مانند روزهای اول انقلاب اسلامی در دهه 50 گشت‌های بازرسی رو گذاشته، ماشین‌ها رو می‌گرده، دوربین‌های امنیتی رو حالا این روزها اضافه کرده و از همه بدتر هر کسی که به قولی صداش کمی بلند بشه رو احضار میکنه، دستگیر میکنه، بازداشت میکنه با دلایل واهی یا اصلا بعضی وقتها بدون دلیل. میبینیم که ازشون تعهد میگیره به سکوت. در روزهای گذشته فقط نرگس محمدی یا برای مثال افرادی که به هر حال خدا رو شکر البته صدایی دارن نبود که مورد آزار قرار گرفتن. بسیاری از زندانی ها بی صدا مورد آزار قرار میگیرن و چون جو امنیتی و فشاری که بر اونها وارد میشه بیش از اندازه است، به خصوص وقتی پای تهدید خانواده در میون میشه، متاسفانه اخبارشون نمیشه که به بیرون درس کنه، به خصوص اینکه خودشون خیلی وقتا مایل نیستن. ببینید که با روزنامه نگارانی که هیچ جرمی مرتکب نشدن، مثالش نازیلا معروفیان، در روزهای گذشته چی شد؟ با دو روزنامه نگاری که خبر قتل مهسا رو کار کردن، ببینید واقعا چه رفتاری داره صورت میگیره. ببینید با فعالین مدنی، با فعالین رسانه‌ای، با فعالین سوشال مدیا، کسانی که در واقع شاید اصلا فقط فعالیت‌های اجتماعی یا حتی فقط اینفلوئنسری دارن، با اونها هم برخوردهای تند و شدید امنیتی انجام میشه. یک تحلیل خیلی کوتاه جامعه شناسی اگر بخوایم بکنیم، ببینید بخشی از ارعاب نشان دهنده ترس حکومت هست، اما من بسیار مایلم که اینجا تاکید کنم اشتباه نکنیم که فکر کنیم ترس حکومت یعنی دست بالا رو ما داریم. دست بالا رو ما وقتی داریم که خودمون این رو بخوایم و خودمون در خیابون این رو نشون بدیم. در حال حاضر فضای امنیتی برای همه میتونه خطرناک باشه، یعنی صرف واکنشگری یا از اون بدتر انفعال نمیتونه ما رو از گزند جمهوری اسلامی امن نگه داره. بنابراین چیزی که مهمه اینه که ما باید برگردیم به فضای کنشگری، به فضایی که عمل از ما باشه و در نظر بگیریم که به هر حال ماهای پیش رو ماهای بسیار مهمی هستن، به خصوص اینکه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها رو هم در پیش داریم.